یکی از موزلاتی که معمولا اکثر میکس بند ها باش مواجه میشن کسانی که میکس درامز بخوان انجام بدن اینه که بیان از تک تک لاین ها به صورت جدا جدا خروجی بگیرن و بعد اونها رو وارد پروژه کنن تو این ویدیو میخوام بهتون یک کاری یاد بدم که چطور میتونید روی همون لاین وی اس خودتون کاری بکنید که خروجی های درامتون مشخص بشه و بتونید در واقع همون که نوت درام رو می نویسین همزمان هم تنظیم درامتون رو انجام بدین و هم میکس درام رو, رو روی تک تک لاین ها اعمال بکنید با من همراه باشید که چطور میتونیم این کارو انجام بدین. خب من یک وی به نام سوپر درامر سر رو اینجا باز کردم و همطور که مشاهده میکنین یک اکستنشن از پک خود ایزی درامر دو رو اومدم در واقع اینجا گذاشتم به نام متال ایزی ایکس به اصطلاح اوکی خب من یه درام اینجا دارم به صورت کلی حالا برای اینکه بتونم فرض کن یه سری نوتام حالا نوشتم دیگه. یعنی این چیزی که اینجا دارم همون درامم هم به صورت کلی که نوتاشو اینجا نوشتم حالا برای اینکه من بتونم آوتپوت یا خروجی های متفاوت از این درام داشته باشم توی کیوبیس به این صورته که میخوام بهتون بگم من میام از پنل سمت راست اگه این پنل سمت راست رو نداشتید از این بالا میتونید رو بیارید روی بخش VSDI میرم و اینجا روی این قسمتی که میشه سوپر جامر سه یه کلیک میکنم روی فلش کوچیک اکتیویت آتپوت رو میزنم و اینجا شروع میکنم در واقع چیکار یک سری میبینم که سری ها به صورت کلی اینجا دارم خب خب من به ترتیب میگم که اینها قراره که اینجوری باشن کیک اسنیر های هات تام یک تام دو تامه سه فلور تام یک و فلور تام دو و به اصطلاح بعد از اون احتمالا که میشه در واقع البته اینجا میتونیم نگاه بکنیم دیگه چه کاری حالا سختش کنیم مثلا میام تو میکسرمون ببینید کیک اسنیر های هات تام یک دو سه فلور تامه یک فلور تامه دو اورهدز تام امبینت و کامپ که اینجا اگه باشیم پس ما الان اینجا اوورهد داشتیم امبینت و کامپ به ترتیب خب بعد از اینکه این خروجی ها رو شما اینجا مشخص کردین اتفاقی که اینجا میفته چیه اینه که باید بیاین روی خود وی اس و این پایین فلشر بزن که خروجی رو جدا داشته باشین پس اولین قدم ما میشه یه چنین کاری که بتونیم در واقع خروجیامون رو بسازیم اینجا بعد چیکار میکنیم مرحله دوم اینه که میام این قسمت تو بخش میکسر خود وی اس حالا هر وی اس میتونه باشه هیچ فرق نمیکنه تو بخش آوتپوتش که اینجا میشه این قسمت من باید بیام هر کدوم از این خروجی ها رو با این عدد ها سینکش یا راوتش بکنم به این قسمت از داخل وی اس تی ممکنه شما وقتی که این کار اول انجام بدید خروجی اولتون رو یک دو و... رو یک دو باشه که این خودش اشتباه میشه یعنی بعد هیچ صدایی نخواهید داشت به صورت کلی همه این عدد های اینجا با عدد هایی که اینجا هستش یکی باشه اوکی خب پس من اومدم همین کار انجام دادم یعنی گفتم در واقع 3 4 بره با کیک پس میام اسم اینو عوض میکنم میذارم کیک 5 و 6 که اینجا نوشته برای اسنیر اسم اینو میذارم اسنیر های هات بعدی بعدی میشه در واقع رکتام شماره یک دیگه من سریع انجام بدم رکتام شماره ی دو رکتام شماره ی سه ببینید همه عددا با اونه یکیه دیگه 15 15 15 شونزه فلور تام شماره یک حالا بسته به جنس ستی که داری یعنی ست درامیک داری تعداد تاماتون ممکن متفاوت بشه دیگه همونو بر همون اساس بچینین اینجا بعدی میشه اوورهدز بعد میشه روم یا همون ambient و یک کامپی که حالا میتونه در واقع یک مولتی کمپرس میگم مولتی در واقع کمپرس موازی باشه برای درام که یه خورس درامتون بیاد بیرون تر اوکی حالا چه اتفاقی میفته من اگه بیام این لاین رو کنم یعنی فقط همین لاین رو بذارم پخش بشه سولو کنم فقط صدای کیک رو انجا خواهم شنید و اسنیر مثلا به همین ترتیب تا آخر دیگه یعنی شما الان مثلا اگه این لاین کلا همه این لاین رو اگه میوت کنید به این شکل اگه میوتشون بکنم دیگه صدای درام نمیاد و اگه اینها هم بذارم که پخش بشن صدای درام خواهم داشت اوکی okay. دیدین که چه جوری شد حالا میریم سراغ مرحله دومی که مثلا فرض کنید درامون رو کامل نوشتیم حالا می‌خوام میکسش کنیم چطور میتونم من اون بخشی که میتونم پلاگین هامو بذارم بیارم خیلی راحته یا روی این در واقع قسمت ادیت چنل میزنی این ای یا اگه اینم نداشتین تو بخش اینسپکتورتون اونجا مشخصه این ای رو که بزنی، اینجا کاملا بخش اینزرتتون میاد میتونی در واقع تنظیمات مثلا رو کیک من میام اینو اعمال می‌کنم به صورت کلی اینجا روی چنل کیک اوکی okay. مثلا میزنم یه کمپرسور CL3A میذارم که نوع کانفیگریشن رو حتما دقت بکنید لانش استریو پس باید در واقع اینجا شما هم از 3A استریو استفاده کنید و به همین سادگی شروع میکنم به میکس کردن مثلا لاین درام همینقدر همین ساده و باحال خیلی ساده با همین تکنیک و روش میتونین کاری بکنین که یک دسترسی کلی داشته باشین حالا خوبیش چیه خوبیش اینه که مثلا اگه اینجا یهودین یه تو تنظیم چیزی کوانتایز نیست یا رو مخه خیلی راحت میتونین دوباره منو این قسمت رو باز کنین و شروع کنین درامتون رو کامل کوانتایز کردن مثلا چه اینجا الان نگاه کنید خورده زود خورده مثلا من اینو میکشم میارم روی ضرب کامل این روی خود و این رو هم به همین صورت با زدن کیو یا حالا خودم دستی این رو تکونش میدم که بتونم در واقع اینها رو کوانتایز کنم حالا میتونید اون رو به هر چیزی که توی کارتون دارید اسنر کیک و هر چیزی که به این صورت هستش خب این هم یکی از راههایی بودش که خیلی راحت میتونید دسترسی کامل داشته باشین به کلیت بخش های متفاوت های تون و بتونید تنظیم و میکس درامتون رو تو یک جا به صورت یکسان انجام بدین یک باگی که این مسئله داره اینه که وقتی شما ویستی های سنگین میاید در واقع روی کار میذارید یا استفاده میکنین ازش ممکنه که سی پی رو بیشتر اشغال کنه بیشتر درگیر کنه که این قضیه باعث میشه که یه خورده توانایی سیستمتون بیاد پایین تر یعنی یکی از بزرگترین دلیل هایی که اکثر میکسمن ها میاد لاین های درام رو اول خروجی میگیرن و بعد به صورت ویو میارن تو کار برای همینه یعنی واسه اینه یعنی که بتونن یه خورده اون باری که رودش سی پی و رمشون هستش یه خورده کاهش بدن خیلی ممنونم که این ویدیو رو تا آخر دیدین امیدوارم که این ویدیو به دردتون خورده باشه اگه دوستش داشتین حتما لایکش کنین کانال سابسکرایب بکنین هر سوال و توی کامنت برام بنویسین کانال تلگرام و اینستاگرام رو فراموش نکنید که فالو کنید دنبال کنید اونجا یه سری اخبار ها یه سری در واقع سامپل و لوپ و این چیزا که به درتون بخوره براتون اونجا آپلود میکنم میتونید ازش استفاده بکنید و دو تا ویدیو هم بهتون پیشنهاد میکنم که میتونید ببینید و ازش بهره ببرید آرزوی بهترین ها و تک تک شما عزیزان هلیه